امروز اومدیم با معرفی سریال قاتلین، ظهور فرقه حشاشین با حسن صبا. سریال قاتلین یا حشاشین ساخته کشور مصر که وقایع تاریخی قرن 11 و گروه الحشاشین رو به تصویر میکشه. یه اثری که ژانر اکشن، ماجراجویی و بیوگرافی داره. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم. اگه به این محتوا علاقه دارین یادتون نره چنل رو ساب کنید، نوتیف رو هم بزنید تا با ما خیلی زود از اخبار سینمای ایران و جهان با خبر بشیم. هر ساله کشور مصر تو اولین روز از ماه رمضان نزدیک به 30 تا مجموعه تلویزیونی متشکل از 15 یا 30 قسمت برای بیننده‌های خودش پخش می‌کنه. دوره‌ای که به عنوان هالیوود آفریقای شمالی، جنوب غربی آسیا شناخته میشه. در حالی که این سریال‌ها منعکس کننده جنبه‌های مختلف و متنوعی از جامعه مصرن، مردم از سراسر جهان عرب به تماشای اونا می‌شینن. این تولیدات اختصاصی شامل فیلم و سریال‌های از مراکش تا کویت. صنعت تلویزیون مثل از درام های تاریخی و خانوادگی گرفته تا اکشن، داستانهایی درباره عدالت اجتماعی و البته کمدی رو پوشش میده. وقایع سریال حشاشین توی بستر تاریخی تو قرن 11 اتفاق میفته، جایی که رهبر قاتلین یعنی حسن صبا به تصویر کشیده میشه. اون رهبری یه گروه رو بر عهده داره که به ترورهای خونین کاراکترهای سرشناس تو اون دوره تاریخی معروف بودن. حسن صبا یه گروه از فداکارترین پیروان آیین اسماعیلی رو گرد هم آورده و یه گروه از قاتلان شیعه تو کوههای ایران و سوریه. اونا قلب پادشاهان و حاکمان رو به وحشت مینداختن و چندین کاراکتر مهم تاریخی رو ترور میکردن. این سریال 30 قسمتی به کارگردانی پیتر مینی ساخته شده. یکی از مسائلی که حول محور این سریال مطرح شده بود، درباره زبان و گویش کاراکترهای اصلی داستان بود. وهله اول که مخاطبای فارسی زبان معتقد بودن از اونجایی که این داستان به تاریخ ایران برمیگرده، باید زبان فارسی ساخته میشد. اما خب از اونجایی که کشور مصر وظیفه ساخت اون رو بر عهده داشت، انتخاب زبان عربی به عنوان زبان کاراکترهای سریال قاتلین تا حد زیادی منطقی به نظر میرسه. اما مسئله بعدی گویش امروزی کاراکترها بود که مخاطبای عربی زبان رو هم دو دسته کرده. این مجموعه عمدتاً از گویش محافظه‌ای مصری استفاده میکنه که برای اکثر مخاطبا غیر منتظره بود. با توجه به اهمیت تاریخی فرقه اسماعیلی و دوران به تصویر کشیده شده، مخاطبا اینطور پیش بینی میکردن که شاهد گویش قدیمی و کلاسیک زبان عربی باشن. انگار از قدیم اینطور باب شده. حتی تو آثار کشور خودمون هم میبینیم که آثار تاریخی با همون گویش قدیمی کلاسیک روایت بشه و گویش محاوره امروزی رو نداشته باشن. حالا خود پیتر میمی که سازنده این سریاله، تو رسانه‌های اجتماعی به انتقادات درباره انتخاب زبان پاسخ داده. پیتر میمی تو توضیحات خودش به این موضوع اشاره کرده که سریال حشاشین یه درام تاریخی محسوب میشه که از رویدادها الهام گرفته، نه اینکه یه مستند باشه. اون تو ادامه حرفاش گفته که این روایت میون تعاملات ترکی و فارسی قرار گرفته و در اصل به زبان ترکی ارائه شده بود. اون تو صحبت‌های خودش گفته که با اشاره به کاراکترهای تاریخی سریال‌های دیگه مثل واکینگ‌ها که انگلیسی صحبت می‌کردن یا ویلیام والاس بدون لهجه آمریکایی، تشابهاتی رو ترسیم کرد تا برای آزادی‌های خلاقانه‌اش توجیه داشته باشه. هدف این مجموعه ارائه یه تصویر جذاب از تاریخ که با تحقیقات گسترده تو متون تاریخی کمیاب برای ایجاد یه روایت متمایز ساخته شده. این سازنده به بیننده‌ها اطمینان داد که سریال به تدریج به کنجکاوی‌های اونا پاسخ میده و مباحثایی که تو سریال جرقه زده بیشتر میشه، چیزی که منجر به افزایش علاقه به تحقیق و بحث تاریخی شده. از طرف دیگه هم عبدالرحیم کمال، نویسنده سریال حشاشین، دیدگاه خودش رو درباره اینکه چرا درباره زبان به چنین نتیجه رسیدن به اشتراک گذاشته. بعد از گفتگوهای گسترده با پیتر میمی، اونا گویش محاوره مصری رو برای دستیابی به مخاطبای عرب و مصری که بیش از 450 میلیون نفر هستن انتخاب کردن. کمال با تألیف رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و بیشتر از 14 کتاب به زبان عربی، مهارت خودش رو تو عربی کلاسیک نمایش داده. با وجود این، اون گویش مصری رو به دلیل بی‌واسطه بودن، اصالت و سادگی اون ترجیح میداد که به نظر اون برای موضوع پیچیده و ظریف سریال هم مناسبه. با وجود تمام این مسائل، این سریال پرخرج و پرهزینه تونسته نمره 7 و 8 هم رو تو سایت IMDb کسب کنه. با وجود اینکه اکثر بیننده ها خصوصا مخاطبای ایرانی این مجموعه رو دوست داشتن، اما بعضی ها معتقد بودن که سازنده های این سریال دقت تاریخی بالایی به خرج ندادن و چندین نقطه از داستان نادرستی های تاریخی داره، که باز هم صحبت های میمی که دربارش گفتیم این موضوع رو توجیه میکنه که این سریال صرفا از رویدادهای تاریخی الهام گرفته و اصلا قرار نبود یه مستند باشه. علاوه بر حسن صبا، ما تو این سریال با کاراکترهای مهم دیگه مثل عمر خیام و نظام الملک هم برخورد میکنیم. علاوه بر زبان و گویش عامیانه، یکی از اشتباهاتی که حسابی صدای بیننده رو درآورده، معماری اسلامی مساجدی که تو شهر اصفهان نشون داده میشه. تو این برهه زمانی مساجد باید با معماری دوران سلجوقی به تصویر کشیده میشدن، در حالی که معماری مساجد نشون داده شده مربوط به معماری مغول هند. تو ادامه این بحث، موزه گلدستهای مسجدی که تو قاهره هم
نشون داده میشه به میون میاد. معماری و طراحی که از این گلدسته ها به مخاطب نشون داده میشه به قرن 11 هم تعلق نداره. اما خب با وجود تموم این مسائل باز هم سریال الحشاشین به شدت مورد استقبال مخاطب قرار گرفته و تو کمتر از 24 ساعت چیزی حدود 1 میلیون بار دیده شده. اگه بخوایم از لحاظ تاریخی هم مقدمه‌ای برای این سریال برای شما شرح بدیم، میتونیم اینطوری بگیم حسن صبا یه رهبر مذهبی و نظامی، بنیانگذار فرقه اسماعیلی نظاری بود که به طور گسترده با اسم حشاشین یا فرقه قاتلین شناخته میشه. اون همچنین تو دولت اسماعیلی نظاری تو سال 1090 تا 1124 بعد از میلاد حکومت کرد. صبا در کنار نقش خودش به عنوان یه رهبر توانمند، یه محقق برجسته در ریاضیات، به ویژه تو هندسه و همچنین نجوم و فلسفه، به ویژه تو معرفت شناسی بود. اون تو غرب به نام پیرمرد کوهستان معروف شد، نامی که تو نوشته‌های مارکوپولو هم به اون داده شد که به مالکیت فرقه بر قلعه کوهستانی فرمانروایی الموت اشاره داره. تو اون زمان اونا تو کوههای ایران و شام زندگی می‌کردن و سیاست سختگیرانه این رو تو سراسر خاورمیانه اجرا می‌کردن که تهدید استراتژیکی برای اقتدار فاطمیون، عباسیان و سلجوقیان بود و منجر به کشته شدن چندین رهبر مسیحی شد. طی دوران 200 ساله اونا 100 نفر رو که دشمن دولت اسماعیلی نظری محسوب می‌شدن کشتن. اعتقاد بر اینه که اصطلاح مدرن ترور از تاکتیک‌های استفاده شده توسط فرقه قاتلین یا حشاشین سرچشمه می‌گیره. حسن صبا تو سال 1090 بعد از اینکه قلعه الموت تو کوههای البرز رو به دست میاره، فرقه حشاشین یا قاتلین رو شکل میده. همچنین این شک وجود داره که حسن زندگی نامه‌ای نوشته بود که الان چیزی از اون باقی نمونده، اما به نظر میرسه که زیربنای بخش اول زندگی نامه اسماعیلی ناشناس به عنوان سرگذشت سیدنا باشه. اون دائما مشغول نوشتن کتاب مطالعه بود. کتاب فصول اربعه از نوشته‌های صباه. اون دو تا پسر داشت که هر دوتا رو به جرم تخلف از اصول دین قصاص کرد. یکی رو به جرم نوشیدن شراب و دیگری رو به جرم دخالت تو قتل دایی حسن قاینی که بعد از یه مدت مشخص شد نقشی تو اون ماجرا نداشت. همین اتفاقات گواه اینه که حسن صباه چه اراده محکمی تو مسیر خودش داشت و چقدر به اصول دین و پیرامون خودش پایبند بود. آرامگاه حسن صباه از سال 1124 تا 1256 تو همون قلعه الموت بود و از مناطق مهم به شما میرفت، اما سرآخر توسط مغول‌ها نابود شد. امیدوارم اگه نشستید با این سریال ازش لذت ببرید. ما اطلاعات کافی درباره سریال و درباره مسائل تاریخی سریال بهتون دادیم. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه. لایک و سابسکرایبتون نره. تا ویدئوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.